ظاهر انسان‌های اولیه از کنجکاوی‌های انسان امروزی است که حالا با دستیابی به روش‌هایی برای بازسازی چهره، تعدادی از آنها محقق شده و بازسازی چهره انسان‌های پیشین با کشف اسکلتشان از ناندرتال‌ها گرفته تا انسان‌های همین چند صد قرن قبل، امروز امکان پذیر است. در طول سالهای گذشته بیشترین درصد این بازسازی‌ها متعلق به قدیمی‌ترین اسکلت‌های کشف شده و چهره‌های پادشاهان دوره‌های مختلف تاریخی مانند فراعنه بوده که با کمک فناوری یا با حدسیات و گاه اعمال سلیقه‌هایی بازسازی شده‌اند. جدیدترین این بازسازی‌ها مربوط به چهره اسرارآمیز زنی متعلق به 5700 سال قبل است که در شمال غربی مالزی کشف شد و دانشمندان با کمک چندین سیتی اسکن از بومی‌های امروزی تصویری واضح‌تر درباره چهره او به دست آوردند. پیش از آن دانشمندان کشورهای مختلف نیز این کار را انجام داده بودند. بازسازی چهره مرد 8000 ساله در اسکاندیناوی با چشمان آبی و موهای قهوه‌ای از روی بقایای جمجمه‌اش انجام شد. بازسازی چهره دختری که 7000 سال قبل از میلاد مسیح در منطقه تسالی یونان زندگی می‌کرد نیز نمونه دیگر است. پژوهشگران این دختر را آوگی نامیدند و با توجه به بررسی استخوان‌ها و دندان‌های او معتقد بودند که بین 15 تا 18 سال عمر کرده است. در مورد دیگر، محققان چهره زنی را که نزدیک به 4000 سال پیش در اروپای مرکزی زندگی می‌کرد، از روی جمجمه و بقایای DNA او بازسازی کردند. آنها بر اساس استخوان‌های به دست آمده از گورستانی در چک چهره این زن را با پوست روشن، موهای قهوه‌ای، چشمان درشت و قهوه‌ای بازسازی کردند. همچنین چهره زنی متعلق به آسیای جنوبی که حدود 13000 سال قبل از دنیا رفته بود با تخمین و برآورد سن، قد و ابعاد صورت بازسازی شد. محققان می‌گویند این قدیمی‌ترین اسکلت انسانی کشف شده در تایلند است. آنها با اندازه‌گیری جمجمه، عضله، پوست و ابعاد صورت 720 زن امروزی در 25 کشور جهان، صورت این زن را بازسازی کردند. در ایران نیز باستانشناسان چهره زن 7000 ساله ای را که سال 90 در خیابان مولوی تهران کشف شد، با انتخاب رنگ پوست و حالت موهای اسکلت بازسازی کردند. آنها نخست اسکلت را به صورت فوتو اسکن مستندنگاری کردند و تصاویر را با استفاده از کامپیوتر به صورت نقشه فوتوگرامتری شامل نقطه، خط و سطح پوششی از اسکلت درآوردند و سپس نقشه اسکلت تبدیل به اطلاعات سه‌بعدی شد و در نهایت اجزای چهره او حجم‌دار شد و انتخاب رنگ پوست و حالت موهای اسکلت به صورت سلیقه‌ای انجام شد.